بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با اوج ایام مراسم اربعین حسینی، بیش از 32,000 مسافر طی 24 ساعت گذشته با 136 پرواز از طریق فرودگاه نجف وارد عراق یا از آن خارج شدند. عباس البیزانی از مدیران کل وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد روز گذشته مصادف با 18 صفر فرودگاه نجف شاهد به زمین نشستن 136 پرواز از کشورهای مختلف بود که طی آن 20,497 مسافر از نقاط مختلف جهان وارد نجف شدند و 10,748 نفر نیز از طریق این فرودگاه عراق را ترک کردند. وی ادامه داد فرودگاه بین المللی نجف اشرف در ایام اربعین امام حسین علیه السلام دروازه اصلی ورود زائران به عراق محسوب می شود و مدیریت فرودگاه با هماهنگی دستگاه های مختلف همواره تلاش کرده اند بهترین خدمات را به مسافران ارائه کنند. وزیر خارجه آلمان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که این گروه به دنبال خاموش کردن نیمی از نفوس افغانستان زنان است. او همچنین افزوده است که این قانون زنان را از حقوق و کرامت انسانیشان محروم می کند. تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان با واکنش‌های جدی زنان و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. طالبان در این قانون ظاهر شدن صدا، صورت و بدن زن در اماکن عمومی را جرم تلقی کرده است. مدیر برنامه جهانی غذا میگوید ما به توقف فوری خصومت‌ها برای جلوگیری از گسترش قحطی در سودان نیاز داریم. لنی کینزلی، مدیر برنامه جهانی غذا در سودان، طی اظهاراتی گفت ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که مردم در سودان برگ‌های درختان یا علف‌ها را می‌خورند و این کشور اولین قحطی تایید شده در سراسر جهان از سال 2017 را تجربه می‌کند. وی در ادامه گفت جهان باید توجه بیشتری به مردم سودان داشته باشد و اقدامات بشر دوستانه بیشتری انجام دهد. وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از ساختمان رصدخانه نجومی مربوط به قرن ششم قبل از میلاد در شهر باستانی بوتو واقع در استان کفرالشیخ در دلتای نیل در شمال کشور رونمایی کرد. این رصدخانه که از آن برای نظارت و ثبت رصدهای نجومی و حرکت خورشید و ستارگان در معبد در شهر بوتو استفاده می شده، از خشتهای مخصوص ساخته شده و با مساحت تقریبا 850 متر بزرگترین رصدخانه نجومی است که از قرن ششم قبل از میلاد تا کنون کشف شده است. گفتنی است شهر بوتو قبل از اینکه پادشاه مصر باستان مناطق شمالی و جنوبی کشور را متحد کند به عنوان پایتخت مصر بوده و تاکنون اکتشافات باستانی زیادی در آن انجام شده است. یک شرکت کانادایی از کشف دومین الماس بزرگ جهان به وزن 2492 قیراتی در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا خبر داد. این الماس بزرگترین الماس کشف شده در تاریخ بوتسوانا است. شرکت کانادایی لوکارا دایموند اعلام کرده که این سنگ در معدن الماس کاروه در شمال شرقی بوتسوانا با استفاده از فناوری تشخیص اشعه ایکس کشف شده است. این شرکت اطلاعات خاصی درباره کیفیت یا ارزش این سنگ ارائه نکرده است. بزرگترین الماس کشف شده قبلی یک سنگ 3106 قیراتی به نام کولینان است که در سال 1905 کشف شد. باران‌های تند و شدید در هند و بنگلادش به بروز سیلی مرگبار منجر شد که احتمالاً در ساعات آینده
با بالا آمدن بیشتر آب خطرهای فزاینده‌ای را رقم می‌زند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از گزارش الجزیره، بیش از 4 میلیون بنگلادیشی تحت تأثیر سیل ناشی از باران‌های سیل‌آسا قرار گرفتند و صدها خانه زیر آب قرار گرفتند و شمار قابل توجهی از زیرساخت‌های این کشور نیز تخریب شدند. وزارت مدیریت بلایای طبیعی و امداد بنگلادش می‌گوید دست کم 13 نفر بر اثر سیل ناشی از باران‌های شدید در شرق بنگلادش کشته و 4.5 میلیون نفر متضرر شدند. سیل روزهای اخیر در استان‌های فارس و کرمان خسارت‌های زیادی به جا گذاشته است. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات هوای سازمان هواشناسی، روز جمعه دوم شهریور از احتمال رگبار باران و وزش باد در برخی نقاط کشور خبر داد. این مقام در دامنه‌ها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق لرستان، نوار شرقی خوزستان، شمال چهارمحال بختیاری، جنوب کرمان و همچنین برخی مناطق هرمزگان و فارس از جمعه تا یک شنبه در بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران گاهی با آذرخش و وزش باد پیش بینی کرد. بازار صنایع حلال در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و از 332 میلیارد دلار در سال 2023 به 344 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته است. پیش بینی می شود بازار صنایع حلال به رشد چشمگیر خود ادامه می دهد و در سال 2028 به 395 میلیارد دلار با نرخ رشد سالانه 3.5% برسد. این رشد در دوره پیش بینی را می توان به افزایش تقاضا برای سوخت های زیستی، تمرکز بر کاهش کربن، سیستم های گرمایش هوشمند، مقررات دولتی در مورد کیفیت سوخت و رشد ساخت و ساز مسکونی نسبت داد.